سلام خانم، خسته نباشید. ممنونم. کارت خود و گواهینامه‌تون رو لطف بفرمایید. بله تو کی فهمه الان دیدم. نیست دست شوهرمه. شوهرتون کجا هستن؟ الان میاد، رفته اینجا شیرینی بخره. الان اونو هاش داره میاد. شوهرتونه؟ بله آقا، به خدا شوهرم دو ماه ازدواج کردیم. نپرسیدم که ازدواج شد خانم. بله. سلام، خسته نباشید. مشکلی پیش اومده؟ بله، زیر تابلو ایستادم ممنوع توقف کردیم. آخ، بیش حالا جریمش نکنی؟ مدارکتون لطف کنیم. میشه جریمه نکنیم آقا؟ متاسفم خانم. نوشت، بگیرین. جریمه رو هم باید خودت پرداخت کنی. باشه دیگه، چقدر میگی؟ وای امی، چه؟ چه قرمه سبزی ماما را انداخته. بیا بریم بالا سارا. سلام ماما. سلام، حال شما خوبین؟ سلام، خسته نباشین. میگم نهار بیاییم پایین پیش ما. خیلی ممنون، سارا یه چیزی درست کرده. تعارف میکنین؟ نه، چه تعارفیه، من با اجازتون خریدار رو ببرم بالا. سارا جان منم میام. با اجازت. سارا جان میگم من چیزی درست نکردم دیگه، خودت سفارش کرده بودی نکنی. کار خوب کاری کردی ماما. مهمونای ما ان قراره من آشپزی کنم. اگه شما آشپزی میکردی میگفتن سارا بلد نبوده، به خاطر همین اومده خوره مامانشینه. باشه، هر کاری میخوای بکن، من که هر چی میگم باست حرف خودت. قربونتون برم من الهی. خیلی لطف کردین. باشه دیگه، من پس با ماه دیگه پرداخت میکنم. بله بله، ممنون، خدا نگهدارش. کی بود؟ هیچکی. پس چرا قیافت اینجوری شده؟ نه چیزی نیست. امین از بانک بود، به خاطر تأخیر قسط واممون. تأخیر؟ مهلتش که دو هفته پیش بود. پرداخت نکردی؟ نه، پول لازم داشتیم. با ماه دیگه پرداخت میکنم. من دوتا از کلاس هم کنسل شدن، نگفتم بهت که ناراحت نشی. منم باید برم سر کار. نه سارا، دوباره شروع نکن. چرا دوباره شروع نکنم؟ نمیگم که تو نباید بری سر کار، ولی الان نه. یعنی که الان بهتره که بچسبی به درست. اگه تو چسبیدی؟ من به موقعش درسمو میخونم. یعنی منظورم اینه که اگه قرار شد یه کسی بره سر کار، یه کسی درسشو بخونه، اون کسی که باید درسشو تمام بکنه تویی. من کار میکنم، هر کاری که لازم باشه. سارا، من حواسم به همه چی هست. میدونم هست. نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره. تکون نمیخوره. خسته نباشی. خسته نباشی. شما هم خسته نباشی. اصلا خسته نباشی. خسته نباشی. امین امروزم که نیومد. قرار بود بیاد استاد، یعنی قول داده بود که بیاد، ولی دنبال کار میگرده. واقعیت بعضی کارا رو وقتی بخوای با هم انجام بدی درد سرم داره، مثل درس خوندن و ازدواج کردن. بشین. چشم. منم اون موقعی که تازه پدر شده بودم اینقدر سرم گرم کار و پول درآوردن شده بود که یه روز به خودم اومدم دیدم اصلا یادم نمیاد آخرین باری که
یه کاری واسه خودم انجام داده باشم. اصلا یادم نمیاد دو خط کتاب واسه دل خودم خونده باشم. زندگیم همه شده بود کار و مهمونی خانوادگی و بچه داری و از اینجور گرفتاری ها. خودم از خودم بدم اومد. اول با خودم فکر کردم چرا ازدواج، بعد فکر کردم چرا بچه. کمتر میمدم خونه، مدام کتاب خونه بودم. زندگیم داشت دستم میرفت. استاد اگه شخصی نیست میتونم بپرسم آخرش چی شد؟ حالا شاید یه روزی بتونم برات تعریف کنم. استاد رفاه من کنار امین بودنه. من نه زندگی آنچنانی ازش خواستم، نه خیلی چیزایی که خیلی دختران میخوان. شما مطمئن باشین اگه یه روزی امین به جایی برسه که حس کنه دیگه کاری رو برای خودش انجام نمیده، من اولین نفری هستم که میفهمم. ما از روزی که عقد کردیم هر کاری برای زندگیمون میکنیم برای هر دومونه. بیکلا آفرین. البته اولش همه همین حرفا رو میزنن، امیدوارم تا آخرش تو و امین حرف و فکرتون راجع به همدیگه همین باشه. چشم استاد، با اجازتون. به خدا سپردمت. قبلا هم سابقه تدریس داشتین؟ بله، اونجا نوشتم تدریس خصوصی میکردم. تدریس خصوصی که سابقه رسمی حساب نمیشه، ولی نتیجه آزمون خیلی جالبه. قبلا همچین چیزی نداشتیم. بده؟ نه اتفاقا خوبه. همه رو خوب امتحان دادی جز مکالمه زبان انگلیسی. به خاطر همین نمیتونم اینجا استخدامتون کنم. نمیتونین استخدامم کنین دیگه؟ مثل اینکه خیلی عجله دارین برای رفتن. نه، ولی خب واسه این کارم دیگه نمیشه اینقدر چک و چونه زد. میخوام یه بار دیگه ازت امتحان بگیرم. چون نتیجه اصلا با عقل جور در نمیاد. شاید استرسی چیزی داشتی. شما همیشه برای کسایی که میخوان بیان اینجا استخدام بشن دوباره امتحان میگیرین یا اونا که سفارش شدن؟ پس مشکلت همینه، اینکه سفارش شده ای. آقای امید پدر خانومتون هستن؟ بله. به من که زنگ زدن نگفتن دامادم میاد، گفتن پسرم میاد. آقای امید به من لطف داشتن، ولی من نمیخوام لطف کسی باعث بشه که من برم سر کار. من دوست دارم همون چیزی که بلدم و لیاقتشو دارم انجام بدم. خب اون چیزی هم که بلد بودی درست امتحان ندادی پسر خوب. من با آقای امید گفتم کسی رو اینجا به سفارش قبول نمیکنم. ببینم از پس اون بخش مکالمه رو خراب کردی؟ نه. باشه، هر جور که خودت صلاح میدونی. مغرور بودن خوبه، ولی یه جاهای اشتباه است. خیلی ممنون، با اجازتون. فشارتون میزونه میزونه. بله، از بس که مادرت به میرسه. ای بابای بی معرفت، دخترتون کم بهتون میرسه؟ اون که هیچ، دخترمو اگه یه روز نبینم روزم شب نمیشه. خوب با این حرفاتون ما رو اینجا نگه داشتینا. خوبه که نگه داشتم. بابا قرارمون چی بود؟ قرار بود بی خودی نگرانمون نباشیم. داریم زندگیمون رو میکنیم دیگه. چجوری؟ با این درآمد یه خط در میونی که امین داره و معلومم نیست تا کی ادامه پیدا کنه؟ الان دیگه امین شوهرمه. دیره واسه این حرفا اگه میخوایم به این برسیم که اشتباه کردم. اشتباه نکردی. ولی کاش امینم میفهمید که اگه من نگرانشم و میخوام قدمی براش بردارم به خاطر اینی که مثل پسرم دوستش دارم. امینم شما رو مثل بابای خودش دوست داره. اگه باباشم براش قدمی برمیداش اونجوری میزد زیر کار و همه چی؟ نمیدونم، شاید واقعا اگه بابای خودشم بود همین کارو میکرد. ناراحت نباشی، درست میشه. چیزی لازم نداری؟ نه عزیزم، ممنونم. با اجازت. خوابیدی؟ نه خیر. قهری؟ نه خیر. پس چرا اینجوری؟
بعضی وقتا فکر میکنم این آدمی هم که وسط دوتا کوه وایساده هرچی میگی برمیگرده به خودش. دوتا گوش شنوا میخوام. داری سخت میگیری امین؟ سخت میگیری؟ شدم داماد سرخونه؟ این چه حرفیه؟ چرا مثل ناصر حرف میزنی؟ داماد سرخونه؟ قد بدم میاد از این حرف. بکردی حواسم نیست؟ وقتی مادرت برمیگرده میگه دختر خارت شوهر کرده با یادم پولدارونم تو دبی. خب که چی؟ که چی؟ بگردی منظور مادرتو نمیفهمم. من خوب میفهمم منظور مامانم چیه. تو متوجه نیستی انگار. من متوجه نیستم؟ منظور مادر شما از این حرفا یه چیز بیشتر نیست دیگه؟ نه اتفاقا مامان من خیلی هم ناراحت از ازدواج دختر خالم. تو تا اونجا که دوست داشتی حرفشو شنیدی. مامانم هر روز خدا رو شکر میکنه که ما کنارشونیم، که مثل خالم مجبور نیست یه چشمش به عکس دخترش باشه یه چشمش گریه. چرا این چیزا رو نمیفهمی؟ میفهمم، به پیر به پیغمبر میفهمم، ولی تا زمانی که مفت و مجانی اینجا نشستیم تو خونه پدری شما نمیتونیم مستقل بشیم. خیلی خوب، اگه با اسباب کشی اخلاقت براه میشه از فردا بریم دنبال خونه. پس موافقی؟ با کدوم پولم این؟ سارا جون من، جون من ها، خودت تنهایی همه غذا رو درست کردی. یعنی واقعا اصلا مامانت کمکت نکرد؟ نه بابا، دیگه وقتی مهمون دارم که مامانم غذا درست نمی کنه. مهجا خانم پررو هستیم ولی دیگه نه در این حد. خیلی خوشمزه. ببینم یعنی واقعا تو مرجان رو دعوت کردی بعد منو دعوت نکردی؟ ببین ما آدم مجرد راه نمیدیم. عجب آدمیه. شوخی میکنه، ان شاءالله دفعه بعد دعوتت میکنه. در حال همه جای دنیا آدمای دیوونه وجود دارن میدونی که. هانه سر عقل بیا، من برای تو یه آدم خوب مناسب سراغ دارم. تو رو خدا دیگه واسه من نسخه نپیش. تو من دوتا زوج میشناسم که ازدواج کردن، یکی سارا و امین. امین ترک تحصیل کرد نه؟ حالا تیکه میندازه ها. سارا هم که کلن دیگه زده تو کار آشپزی و این حرفا. بعد تو و ناصر رو بگم. تو هی با میگی بیا منو بگیر، او هی میگه بعدا. الان چیز جذابی میبینی که داری منو دعوت میکنی؟ سواله برها. هانه جان عزیزم، شما خودت میدونی که دختر سربزیری نیستی، اشتباه هم زیاد داری. ببین بیا یه قولی به هم بدیم، از این به بعد دیگه نه من نگران تو میشم نه تو نگران من باش. اصلا کلا شطور شطور چی عزیزم؟ باش اصلا آفرین. بچه من الان باید برم، حالا بعدا میبینم. حفظ، خدا حافظ. چقدر میتونستی پیش بدی؟ همون که به شما گفتم دیگه، بیشترم نمیتونم بدم. چقدر اجاره؟ یه هرچی کمتر بهتر. 200، 250. نمیتونی، اینجا گیرت نمیاد. پولی که شما داری یه مورد خوب برات پیدا کردم. ممنونتون میشم. ببینم شما ماشین داری؟ نه متاسفم. پس اجازه بدید زنگ بزنم آژانس ماشین بیاد. سلام. سلام، خسته نباشی. شما خسته نباشی. خیلی باشه، شیرینی گرفتی؟ راستش شیرنی گرفتم برای شما که مناسبت نمیخواد، ولی اگه دوست داری بدونی خونه پیدا کردم. فردا صبح میای بریم ببینیمش؟ فردا صبح که دانشگاه کلاس داریم. خب غیبت کن نرو. چی میشه مگه؟ برای من چیزی نمیشه، ولی شما واحدت حذف میشه. خیلی خب، حالا من دو ترم دیرتر مدرک بگیرم اتفاقی نمیفته. یعنی چی دو ترم دیرتر مدرک بگیرم؟ چرا اینجوری شدی تو؟ چه جوری شدم سارا جان؟ به خدا من به این درون در دارم میزنم که سریعتر بریم سر خونه زندگیمون. من هر کاری دارم میکنم برای زندگیمون. میدونم عزیزم، ولی هر کاری یعنی این که بیخیال درست بشی، بیخیال رویاهات بشی.
بذار راحتت کنم. رویای من تویی. من دوست دارم همونجور که تو دلت میخواد زندگی کنیم. من چیز زیادی دلم نمیخواد. بعضی وقتا فکر میکنم این رشته مدیریت اصلا به درد من نمیخوره. بعضی ها ذاتم مدیرن. بعضی هم زیر دست. اصلا چیزی تو این کتاب ها و کلاس ها وجود نداره که به درد یه مدیر بخوره. حالا الان انداختی گردن کتاب ها. من چیزی گردن کسی ننداختم. دارم میگم که مدیر شدن من، موفقیت من فقط تو دانشگاه نیست. خیلی ها بدونی که درس بخونن الان مدیرن. همشون رفتن دانشگاه. امین. خودت هم میدونی حرفت بی منطقه. خیلی خب، پس اگه بی منطقه بی خودی جر و بس نکنی. فقط شما به من یه جواب بده. فردا میای بریم یا نه؟ آقای مهندس بفرمایید. چقدر دلنشین و دلواز آدم حظ میکنه. سوتراش هم قدیمی ولی خوش ساخت. پایه ها محکم، خیلی خوب. بفرمایید. شما آقای مهندس تشریف دارید از این ور؟ خیلی خوش اومدی. ببینید چه اتاق نقلی ساخته، آدم حظ میکنه نگاه کنه. مشاهده کنی؟ چطوره؟ زیر زمینه. سقفش هم کوتاهه. عوضش حیاتش که دلوازه که. دستشویش؟ دستشویش این وره. همون برشم کنارشه. کمدشو نایدی خانو؟ یه دریا جا داره. یعنی یه دنیا اساس میتونی واردش بکنی فقط. با این پولی که ما داریم بهتر از این گیرمون نمیاد. خونه بابام هم راحت تره، هم مسیرش بهتره. از این مسیر نزدیکتر می‌خواستی؟ تا ایستگاه اتوبوس 5 دقیقه راست، تا مترو 10 دقیقه راست. میشه چند لحظه تشریف ببریم بیرون؟ یعنی منصرف شدی خانم؟ نه خیر، می‌خوایم مشورت کنیم اگه شما اجازه بدین. ببخشید، من الان میام خدمتتون. چش با اجازهت. مغزمو خورد. سارا چرا بهونه بی خودی میگیری؟ من بهونه بی خودی میگیرم؟ کجاش خوش مسیره؟ اینجا خفه است، یه دونه گلدون نمیتونم بذارم توی خونه. الان فقط گلدون مهمه؟ چرا لجبازی میکنی؟ من لجبازی میکنم؟ کار تو اسمش لجبازیه. هم باید پول بدیم، هم راهمون دور بشه. چرا همیشه فکر میکنی حق با توه؟ سارا، اگه اونجا بمونیم و هیچی برامون سخت نشه، دو قدم جلوتر نمیتونیم بریم. عادت میکنیم. آدما زود عادت میکنن سارا. من نمیخوام بمونیم اونجا. اینجوری میتونیم خودمونو بکشیم بالا. میفهمی؟ امین جان، تو درس داری، دانشگاه داری. با روزی 10 جا کار کردن و درس دادن هیچکس بالا نمیره. پدر مادر منم که حرفی ندارن. اصلا سختته. میریم خونه بابای تو. خونه بابای من کوچیکه. به اندازه خودش فقط جا داره. مهم نیست. مهم اینه که تو بتونی درستو بخونی. بار اجاره این خونه هم نیفته رو دوشت. گیر داد حالا به درس خوندن من. شدی مسئول آموزشی دانشگاه؟ فکر کردی فقط ازدواج باید به موقع باشه؟ درس خوندن هم باید به موقع باشه. دیگه الان همه لیسانس دارن. تو چطوری رود میشه با دیپلم بری این ور اونور دنبال کار؟ سارا، من بجز این که نگران گلدونامون باشم، نگران هزار تا چیز دیگه هم هستم. من نمیتونم اونجا بمونم. اگه بمونیم واسه همیشه موندیم. الان نریم تا آخر عمرمون مجبوریم بچسبیم به پدر مادرت به خاطر اینکه 2000 کرایه خونه ندیم. برنجمون اونا بگیرن، مرغمونم اونا بگیرن. فردا حواس میوه نوبرونه کردی به جان که یخچال خونه خودتو باز کنی، مجبوری یخچال خونه مادرتو باز کنی. باش. دلت میخواد اونجا بمونی؟ باباتو راضی کن که ازمون کرایه بگیره. همین پولی که قراره اینجا اجاره بدیم ازمون بگیره. اینجوری من راحت ترم. یعنی چی کرایه بگیره؟ بابام از ما کرایه بگیره؟ میفهمی چی داری میگی؟ من نمیتونم تا آخر عمر تو خونه پدرتو زندگی بکنم. صابخونه‌ش اجازه میده دیواراش رو رنگ کنیم؟ چرا اجازه نده؟ بهش میگیم. خیلی باید بهش برسیم. ها بهش میرسیم. خونه خودمونه دیگه. اصلا هر جور که تو دوست داری درستش میکنی. مهم اینه که خونه خودمونه.
نمیخوای به ایراشون بندازیم؟ خوشم میاد از این پسر، چون مثل خودت کله شقه. ربطی به من و کله شقی نداره. آدمی که سر قولش بایسته قابل اطمینان. چه قولی؟ سارا کجا بزارم؟ بزار آشپز کن. برنش یواش احتیاط کن. برو این آنش با من. بابا تمام دیوارو زخمی کردی. بابا رنگ کنی دیگه. عزیزم رنگ کردی ما. یارا رنگ کرده شه. بزدم خطه. استمون کردی بابا. ناصر. بله. من یه پیشنهاد دارم برای شما. بگو. تا اطلاع ثانوی تو همین وضعیتی که هستیم بمونیم به نفعتونه. چی شنیدم؟ جواب بده. منظورم اینه که من و سارا تا یه سال آینده که نمیخوایم تو هیچ اسباب کشی شرکت بکنیم، بعد اون موقع است که دست تنها بمونیم. ما دست تنها نمیمونیم. کارگر، بسته‌بندی، چیدمان، شیک. خدایا منو نکش، بذار اون روزو ببینم. کدوم روزو تو ببینی؟ کارگر، بسته‌بندی، چیدمان، شیک. ببین تیکه میندازی. من نیت کردم دونه دونه دوست و رفیقامو بفرستم خونه بخت، خیالم که راحت شد بعد. آره مرجا چی بگم والا، آخ اگه الان یه استکان چای بود دیگه هیچی از خدا نمیخواستم. حالا بذار یه دو دقیقه استراحت کنی، من خودم پا میشم میرم گازو بس میکنم. نه حالا یه چیزی گفتم نمیخواد. من درواز میکنم. سلام. خیلی خوش آمدی. من همسه بالتون هستم، دیدم دارین اسباب کشی میکنین، گفتم براتون یه سینی چایی بیارم خستگیتون در بره. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید، دست شما درد نکنه. خدا نگهدار. خدا نگه. سارا کاش چیز دیگه خودت میخواستی. چاییه؟ بیا حالا یه بگو این خونه بده. ببین چه همسایه‌های خوبی داریم. جدی جدی داره یه چیز دیگه از خدا میخواه. گشنمونه چلو کباب بخواه. اونو خودتون بخواین، من یه چیز بهتر خواستم. بهتره چلو کباب؟ من میدونم چی میخواه. شما نمیدونی. ولی من میدونم چی. هیچ کدومتون نمیدونی. حق و زحمه ماه پیش. اینم ترجمه های این ماه. سفارش ها کم شده؟ من دیگه سفارش نمیگیرم همینجا. این چند تا هم از قبل مونده. اتفاقی افتاده آقای کاویانی؟ من که دیگه دارم بازنشست میشم. بچه هم که همه خارجن. آها پس میخواییم بریم. حقیقتش من خودم اینجا رو بیشتر ترجیح میدم، ولی خب دلم نمیاد دور از بچه و نواهام باشم. پس منم باید بگردم دنبال یه جای جدید. شغل ما هم همینه دیگه، باید بشینیم مدارک دیگران ترجمه بکنیم که با خیال راحت ول کنن و برن. تو که زبانت به این خوبیه، دلت نمیخواد مهاجرت کنی؟ من بچه هام اونور کاربارشون خیلی خوبه، میتونم یه پرسجو کنم برات ببینم چه جوریه. خیلی ممنون. نه من خودم دیگه انقدر این مدارک رو واسه مهاجرت ترجمه کردم که نیازی به پرسجو نیست. بس دلت نمیخواد بری؟ راستش خیلی فکر کردم، نمیتونم، من همجا میمونم. انشالله یه کار جدیدم پیدا میکنم. کمک نمیخوای؟ نه بشین دارم برنج رو میارم. بفرمایین. دست شما درد نکنه سارا خانم. به به بچه رنگی داره، معلومه که سارا خانم غذاشو خوب درست میکنه که پسر اینجوری شکم آورده. دست باخت سارا که حرف نداره، ولی شکم لازمه مرده. شکم لازمه ولی گیج نباش، حواسو جمع کن. این ترفند خانوماست که شوهرشون گرد قلمبو بریخ بشن واسه روز مبادا که مبادا. حواست باشه. مامانم قرمه سبزی و با لوبیا چشم بلبلی درست میکنه، ولی منم مثل شما با لوبیا قرمز بیشتر دوست دارم.
این دفعه مثل شما درست کردم. شما خیلی ملاکت غذاهای من نباشه. این مندرآوردی یه کارایی میکنیم که گرسنه نخوابیم. اتفاقا همین مندرآوردی ها خوشمزه تره. خب اگه اینجوری باشه کلاس میذاریم، شما مجانی شرکت کن، نفر نفر بیان یه پولی هم در بریم، معروف هم میشیم. من که از خدام بابا جون، چقدر به امین گفتم کلا جمع کنیم بیایم اینجا. امین آب کو دوغ بریزم براتون؟ نه نه گازدار رو واسه خودت پاش آب بیار. من باید بهت بگیم اینا رو. بابا جون میخواستم ازتون تشکر کنم. قضا که خودو درست کردی، برای چه تشکر کنم؟ نه من میدونم که شما پول پیش خونه رو به امین دادین، میدونم پس اندازتون بود، گذاشته بودین برای روز مبادا. سارا جان عزیزم، روز مبادای من شماین، یعنی همین الان. خیلی هم شرمنده هم، انقدر نبود که بتونیم کارتون رو را بندازیم، به جایی نرسید. نزنین این حرف بابا جون. اونی که باید تشکر کنه منم. دخترم من میدونم تو هرچی اندوخته داشتی، هرچی طلا گرفته بودی، هرچی سر سفره به دادن گذاشتی سر پول پیش خونه، حالا که وظیفه ای نداشتی، وظیفه ما بود، وظیفه امین بود، ما باید تو تشکر کنیم. آدم که برای زندگی خودش از سر وظیفه کاری نمیکنه. هرچی مال من مال امینم هست. امین این دختر قیمت نداره. ای بابا جون یه چیزی گفتم دیگه. چرا همش من دارم کار میکنم که، آبم تازه نیبر سر سفره. نمیگیری کارای سارا فرق داره. آه اونا رو میدونم، به خاطر همینم هم گفتم اگه باشه ازدواج نکنم تا آخرام پشیمون میشم. شما باید همینجوری با هم مهربون باشین، هم مقامتون رو بذارین برای اینکه آیندهتون رو بسازین. البته این آینده ساختن نباید به درس و مشقتون لطمه بخوره، او خیلی مهمه. گفته باشم گوش کنم میخوام. مگه امین درس نمیخونه؟ امین بازم شروع نکن دیگه. نه نه شروع کن، اتفاقا شروع کن ببینم چیه. میخوام بگم بلکه به حرف بابا جون گوش بدی. آ یه جوری میگی درس و دانشگاهشو ول کرده، انگار من دارم هر روز به جای دانشگاه رفتن میرم تفریح، دارم میرم سر کار دیگه. عزیز من گار هزار تا گزینه روی میز بوده، من لج کردم گفتم الا بلا میخوام برم کار بکنم. نمیشه دیگه، مگر من گزینه تو خونه موندن و خوابیدن و فیلم دیدن و ماه به ماه چک اومدن در خونه رو انتخاب میکردم. من منظورم این نیست. منظور ترچی بوده اشتباس عزیز من. من مجبورم دانشگاه نیام به خاطر اینکه باید کار بکنم، چون چاره دیگه جز کار کردن ندارم. در و دیوار این خونه تارا جر و بحث و قرولند نشنیدن. طرفین معامله لطفاً شامشون رو میل کنن. بفرمایید. سارا استاد چی کارت بس خودچیری؟ دارم اکونومی میکنم. برای اقتصاد خانواده کار میکنم، اینم سفارش کتاب استاده. خب اگه میخوای اکونومی تو گسترش بدی میتونی یا گیتو برد بزنی یا؟ جدا میشه؟ آره بابا تمام بچه های رابطه با دوستای من مرجا میگم میشه کلاس بعدی جای من حاضری بزنی؟ یعنی چی؟ یعنی تغییر چهره بدم میگم حاضر؟ با نمک مثلا به یکی رفته بیرون دستشویی یا مثلا چه میدونم؟ نه قربون بذارم من شکل جرم خود دادم. سارا من اصلا تو اون کلاس نیستم آنه جا. کجا میخوای بری؟ بمون خودت حاضری تو بزن یه جای خوب. هانه نکن نرو. ای بابا اصلا مگه تو میدونی من کجا میخوام برم؟ ای نکن نرو بابا، یکی فرق میکنه آدم خوبیه. اگه فرق داره آدم خوبیه، شما یه کاری بکن لطفاً که اونم بفهمه شما با بقیه فرق داری. قضیه جدیش کن. چه قضیه ای؟ الان هنوز چی نشده جدی کنم؟ یعنی چی هنوز چی نشده؟ طرف اگه قصد ازدواج نداره پس غلط میکنه، هر روز میاد دم دانشگاه دنبال تو، تازه تو رو از کلاسات هم میندازه. ببین مرجان من اگه بخوام ازدواج کنم که تکلیفم مشخصه. مثلا چی فکر کردی بهش بگم پا پس میکشه؟ نه از خداش هم هست. خیلی هم مطمئن نباش خانجا. چرا؟ ببخشید نمیخوام ناراحتت کنم، ولی بچه ها در موردت نمی چجوری بگم، خودت باعث شدی که ذهنیتشون نسبت به اینجوری بشه. اتفاقا همه میدونن که اصلا اهل ازدواج نیستی، به خاطر همین هم اینجور آدم ها میان سراغت. ببخشید کدوم جور آدم ها؟ خانه دو روز ازدواج کردی فکر کردی مشاور خانواده ای؟ چیه؟ ببخش گفتم که نمیخواستم ناراحتت کنم. اتفاقا ناراحتم کردی. حالا اینم چیزی نگفت به تو؟ چته؟ اصلا نمیخوام حاضری بزنی. چرا اینقدر گرونش کردن؟ مانه راد نیست؟ بل کن بابا به ما چرا افتاده. بیا بریم. بیا سلام. سلام. خب کجا بریم؟
شکر بریزم یا شکلات؟ شکر بریزم؟ نه با شکلات میخورم. داری به چی فکر میکنی؟ به هیچی، دارم سریال میبینم. راستشو بگو، داری به چی فکر میکنی؟ امین جان، من خیلی خوشحالم که پسر شریک بابام باعث شد تو صبر نکنی و زودتر بیای خواستگاری. واقعا خوشحالم بابام شرط عقد رو قبول نکرد و گفت زودتر بعد ازدواج کنی. از این که دارم با تو این خونه زندگی میکنم خیلی خوشحالم. منم خیلی خوشحالم. منم خوشحالم که مرجان باعث شد وارد اون پروژه دانشگاه بشی، اگر نه واسه همیشه از شاگرد اول مغرور کلاس متنفر میموندم. خیلی خوب، حالا برای شکرگزاری تا سریال بعدی شروع نشده باشه برای چند تا خورمال برای من بیا. این همه میوه تو این دنیا هست. گور نزن، پاشو. شما چرا صحبت میکنی؟ من خودکارم نمینویسه، تمام شد. این خودکار. خیلی ممنون. شما هم تشریف بیار. بچش. بفهم. سلام. توی؟ باز کلیدتو جا گذاشتی؟ یه دقیقه بیا دم در. دستم بنده، دارم شام درست میکنم. اونو ولش کن، بیا دم در. بفرم. باز ماشینه کیو قرض گرفتی؟ خدمت شما، فردا به نامتون میشه. با کدوم پول؟ میگم قرض کردم، بعدش هم قسطی دیگه، هر ماه یه پولی پرداخت میکنی. خوشحال نشدی؟ تو این وضعیت ماشین خریدن واجب بود؟ من فکر کردم خوشحال میشیم. خوشحال میشم که تو مجبور نباشی بدون ماشین این ور اون ور بری، ولی چی؟ مگه نگفتی خونم اون جای پارتی، تاکسی میخوام بگیرم برم دانشگاه بخونه بابا نفتم سر بزنم. فکر منی. ولی دیگه نداره دیگه، بریم بگردی. به شرطی که من بشینم. ولی وسط را بنزین تموم نکنی. بد جنس، هنوز یادته؟ نه پس اون روز تو اون هوای بارونی. میشه فردا یکم زودتر بیای خونه؟ مگه دیر میام؟ نه، ولی یکم به موقع بیا. حالا زودترم اومدی که چه بهتر. مامان چی ندارم میام؟ کسی قرار نیست بیاد. خودمون دوتاییم. یه شام دو نفره. یه شام ویژه. چیزی شده؟ گنج پیدا کردی؟
شاید بشه اینجوری هم گفت. پلیس. صد بار من بهت میگم صبحانه تو کامل بخور، صبحانه نهار شامت شده فقط خرمالو. ببخشید شما ایشونو اصول خورمی انداختن، تلافیش سر شما داره برمیر. بیا. نه میل ندارم اصلا. زوریه بعد بخوری، ضعف کردی. موافقی یه رستوران بریم غذای خوب بخوریم حالش جا بیاد؟ نه اصلا اشتاله. غذای خونگی بعد بخور، اون براش خوبه. میخوای اگه حالت بده برسونمت خونه؟ نه خوبم تو برو. خیلی خوب. تو برو. خداحافظ. خداحافظ. سارا به خبر بدار. آی نه نمیتونم. سارا سارا جان کجایی؟ بابا ببین سارا خانم چی کرده؟ سلام، خوش اومدی. سلام به روی ماهت. حالت بهتره؟ آره بهترم. لازم نبود با اون حالت انقدر آشپزی کنی؟ لازم بود. کیفتو بده به من، برو دستاتو بشور بیا سر سفره. چشم. خسته نباشی. متشکرم. آخی. بشقابتو بده برات بکشم. بفرم. امروز همه چی خوب بود؟ بعدی نبود. چی شده گنج پیدا کردی؟ کم از گنج نداره. بفرم. دست شما درد نکن. خورشتم بکشم برای؟ نه خودم کشم. سبزی هم بخور. تو خود نمیخوری؟ چرا؟ این چه؟ شاگرد اول شدی؟ از شاگرد اولی هم بهتر. خصوص باز کنیم این چی شده؟ نه یه لحظه صبر کن. قبل از اینکه بازش کنی میخواستم بهت بگم، یعنی یه بار دیگه بهت بگم که من از اینکه با تو زندگی میکنم خیلی خوشحالم. من واقعا با تو احساس خوشبختی میکنم. قربونت برم، منم احساس خوشبختی میکنم. این چیه؟ آزمایشه؟ آزمایش بارداریه؟ داری بابا میشی همین. ما داریم بچه دار میشیم.